سلام درود احترام خدمت شما عزیزان دلانگیز. استاد بهزاد اسماعیل زاده، من دیدم که علاقه من زیاد داره و پیشنهاد میکنم دوستان که از ایشون هم بنده یک کلیپ های چیزی بذارم. من قصد هیچ تمسخر توهینی ندارم، ایشون برای من هم خودشون کامنت گذاشته بودن. استاد اسماعیل زاده یکی از پسران نیک، پسر خوب و مردان نیک روزگار هستند. از کردم قصد این توهینی تمسخری ندارم. هر یک کلیپی توی کانالشون من دیدم که همونطور که ملاحظه میکنید حدود یک سال پیش ارائه دادن، ایشون بسیار بسیار عالیه، جالبه. شاید مثلا یه بخشش خنده داره به نظر بیاد، ولی نکات بسیار بسیار زیبایی رو بوده و من یه بخششو میذارم اینجا. قصدم اینه که بقیهشو برید ببینید. 119 تا واقعا خیلی کمه، واقعا کمه واسه این کلیپ. ببینیم چی گفتن. خب صحبت بکنم. امروز 3/3/21 برابر با 13 اسفند 99 روز چهارشنبه است. کلیپ چهارم عرض کردم خدمتتون، بازم دوستای فراوان میفرستم. دوستان در ارتباط با موضوعات مختلف مسائل جنسی از من سوالاتی میکنن یا گاکودل من میبینم که این مسائل باید مطرح بشه، به خاطر اینکه شبکه‌های مختلف افراد مطرح هستن که مسائل حضور میکنن، اطلاعات غلط میدن. ما دیدیم یک کسی به اسم بهروزنامی هست تو یکی این شبکه‌های بهروز اسمش میومد و چقدر زنان توهین میکرد و خودش خیلی بیشور بوده، خیلی نفهم بوده. ماچو، یعنی ماچو یه اصطلاح، ماچو بار بد داره، ولی بار منفی، بار خوب لزوما نداره، خیلی هم بار بد ماچو نداره. یه موقعی به عنوان طنز میتونی تو ماچو به یه نفر بگی، شوخی باش بکنی، ولی ماچو در معنی، ماچو در معنی بار بد داره، بار منفی کنی. خیلی هم بد نیست، ولی یه مقداری بار خوب نداره، ولی بالاخره شوخی میتونه آدم به کار بره. بگی ماچو، ماچو کسیه که خیلی مثلا فکر کنه که دختره از ماچ میکنه، خودشو بگیره و بالاتر از دختره بدونه، یعنی گیس بذاره و مثلا اون بشقا پرنده اینجوری ماچو. مثلا معمولا ماچو کسی که ازدواج نمیکنه، ازدواج نکرده است. یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. چی گفتی؟ این ماچو بشقا پرنده امید بالا خلا میگه ماچو؟ اون هم کونه، اون چیزه، اون اصلا ولش کن، تعطیله. یه خورده بهزاد این مشنگ، مشنگ که چه ارز کنم، نیمروخش دیدی؟ نیمروخش من گذاشتم دیدی؟ بسر خوب این بقیه ماچوی دیگه کی بود؟ اون کی بود؟ عباس جفرسون هم میتونه بگیم، عباس جفرسون هم ماچوه؟ میشه به کار برد. ماچوها معمولا مثل سعی میکنن با گیس گذاشتن و موهاشون رو ژل زدن و گیس گذاشتن و موهاشون رو فلان کردن خودشون رو مثلا دختر پسند بکنن. اوه خواهرن مثلا زن چقدر دوست نداره مرد خیلی بخواد گیس بذاره و خوش خیلی دوست بکنه و اینا، واسه هم میگم به اینا ماچو. یه ماچو میتونه خیلی هم دخترباز خوبی باشه اگه ثروتمند باشه، با اتومبیل آخرین سیستم بیاد و اونجوری بکنه، ولی قیافه خیلی یا فعلا شکونی داره مثلا با حرکات و وجنات مردانه ایم لزوما نداره، نه که عدنان سوسول باشه، نه خیلی مردانه نیست، خیلی خوش و رنگ بانه مثلا درست کنه واسه زنها، خوش و خیلی بالا میگیره و دوست داره زنها دنبالش میاد. ماچو ها سعی میکنن پول خرج بکنن واسه زنها و بگن زنها منو دوست دارن، یه همچین حالتی رو میگن ماچو. خیلی هم مسئله ثابتی نیست ماچو، ولی اصطلاحا به کسی که مثلا بعضی وقتا یکی خیلی بخواد مثلا جیگول منظورته، مثلا من دوستام میگم ماچو، ماچو بازی در میاره فول بد داره، ولی بعضی وقتا عمر پنزم میتونی به نفر اینو به کار ببری. ماموش ماموش فول ماموش میشه ماچو. آره من درست حرف زدم استاد ابراهیم اسماعیل زاده این حرفا میزد و میگه دخترها تو دیسکو دنبال منن، دختر مثل دستمال توالت برای مصرف کرد. اوه خیلی بعد اینکه و فوهی میشه تو ایناشو قرد میکرد و خیلی هم مخاطب داشت، چون جامعه ایران زنان جوان و مردان جوان زیاد داره، این بحث موضوعات جنسی بحث مهمه، خیلی اصلا وحشتناک. حتی کسانی هم که ایرانیایی که حتی سنین بالاتر اصلا مرد و زن باید بین بپرسن. ما میگیم روی پوینت این کلیپو شروع میکنم. تازه اومدی روی پوینت مسئله اومدن مرد، ارضا شدن مرد، ارضا شدن اینا لفظای غلطیه که ما راضی شدن کام منظورت کام لفظای انگلیسیش خیلی بهتره. حالا ما هم اومدن مرد یعنی ارضای 100% جنس مرد، زمانی که آب منی از آلت خارج میشه به آدم، به مرد لذت میده، ولی لزوما این به این صورت این هر موقع که این آب منی خارج بشه اون حد میپره 100% لذت میرسه. 100% لذت مرد هیچ وقت به اون 100% میتونی بگی نرسیده، چون هر موقعی با یک زن جوان یا با یک زن حتی سن بالاتر با یک زن
خوب مرد سکس بکنه. زن خوب چیه؟ زن که دوست داره، اون زنی که تا حالا باهاش اونجوری نداشته باشه، نوعی این لذت برخوردار میشه که این لذت بیشتر از لذت‌های دیگه بوده. یک تجربه کردی؟ بنابراین و اگر مرد ازاد. خودش دست به حرکت جنسی بزنه، استمناء بکنه، اون حرکت بله یا رو متکا رو روی عروسک جنسی رو متکا عروسکای زنانه، اگر منی خارج بشه اون هم یک لذته، ولی لذت به صورت سکس. این تجربه هم داشتی؟ مرد میتونه از طریق حتی مقعد لذت جنسی بالای دست. اینجا باید مشکل دارم، اینجا مشکل دارم. اصلا اراه کون ما ببین لاشه کنگری داری میکنی آقای اسمایی زده، این دیگه لاشه کنگری. اراه مقعد مقعده واسه من بارها گفتم، شجونی هم گفته، شجونی میگه بالاخره آخوند خودش اهل کونه، اصلا گفته این کون واسه رفته اون دنیا بشده آخوند خوب، گفته این کون واسه ریدن عزیزان من، کون دادن برای مرد و برای مرد که ابتزا برای زن هم خیلی بده، کون واسه ریدنه. اصلا من این اصلا اون کشباف ها بین میرم نکو این حرف نزن را طبیعیه آفرین آفرین داخل طبیعی زن واگینای زن داخل این داخل اون هم زن لذت ببره هم مرد. دوستان معذرت میخوام، بخش موضوع کم اندازه های مختلفی دارن و فرم های مختلفی دارن. سه فرم اندازه های یک نوع معمولی صاف استوانی، یک نوع مخروطی و یک نوع به یه شکل دیگه مخروطی، یعنی یه نوع به صورت کوزه‌ای، یه نوع کوزه‌ای صاف، یه نوع هم از مخروطی اون دستشون میاد از عقب این سه نوع آلت چیز میشه. اندازه های مختلف بزرگ و کوچیک داره، اندازه های مختلف خود مرد به اندازه آلتش نیست، یعنی اگه مرد اندازه چی؟ هر چقدر بالاش بلند باشه، کلوپ باشه یا باریک باشه، به همون مقدار میتونه مرد و مردانگی باشه و از سکس لذت ببره. مردی که آلتش کوچیک باشه مثل مردی که آلتش بزرگ باشه. لزوم هیچ وقت اینطور نیست مردان که آلت میبینی خیلی بزرگی دارن و فلانی دارن و اینا، اونها لزوم اون قد دیگه نام از مردی که آلت کوچیک تره و زن هم لزوما از بزرگی آلت لذت نمیبره. زن زمانی لذت خوب میبره که ارضا بشه، نقطه حالا که مردش کله آشغال نباشه. نوع آلت اگر کسی آلت تناسلی داشته باشه، بهترین نوعش اینه که آلت متوسط داشته باشه، متوسط خوبه بلند نباشه، ولی آلت کلوف بهتره. بهتره زن خوشبختره معمولا. زن خوشبخت الان گفتی، الان یه چیز دیگه گفتی که مرد سبی، الان گفتی زن برایش مهم نیست. به جون بهزار برگردون یه خورده، بله میگی کلوفتره، بالاخره قلمی نیم قلمی باتری ساعت چجوری باید باشه؟ توضیح بده اینو. این یه کامنت فقط داره، تشکر از شما آقا به استعداد. همونطور که قبه حمله نظامی به تهران رو شکستی، قبه بابی و بهایی رو شکستی، قبه این مسائل رو هم شکست. عزیزم یه کامنت داره، یه لایک داره، یه دنم لاو ادمین، خیلی پیچیده یه وضعیت فیزیک خودش. اون زمانی میتونی شما به بهترین وضعیت سکس برسی که آب و هوای آب و هوا خوب باشه، آب و هوا بسیار خوب باشه. چجوری باشه آب و هوا؟ مثلا پیچیده باشه، بارون داره میاد، لذت بیشتر میشه. همین تنفس کنید ازاد... ببین من چیزایی میگم که دیگران نگفتن، نشدی نخوندی. اول میدونم نوشیدنی، اول آب هیچ نوشیدنی. وقت خوردن اون آب نیستی که بزاد چای کله پاچه ویتامین ها اینا رو بزن کنم درجه کله پاچه کله پاچه آب اون آب نیستش که مایات منظورته چای هوا حرکت اینا مهمه. نور خورشید حرکت آفتاب نور خورشید و حرکت بسیار اهمیت داره. نفس عمیق میکشی مثل پارچه‌ای که بشوری این پارچه تمیزه پارچه‌ای که بشوری اینطوری فشارش بدی تمیزه خیلی پیچیده شد. باز پیچیده شد. خارج شدن استمنا هم نوعی خارج شدن ترشحات خارج شدن استمنا سعی کنه خودشو کنترل بکنه، فشار بیاره که ارضا فشار نگیری. حتی من میدونم که مردانی از آلتو میگیرن که منی خارج باید آزاد لذت باید ولش کنی رها اینطوری مثل شیلنگ آتش نشین منی خارج بشه. دفعه دوم میتونی سکس کنی، دفعه سوم سکس بکنی. نباید مرد سه بار تلاش بکنه که فشار آوردن خودش ارضای جنسیشو دیرتر بکنه. بسیاری من شنیدم که ایرانی ها اینجوری، من چون اینجوری میشنوم که ایرانی ها زود ارضای جنسی میشن. اینو من شنیدم و یا خوندم یا شنیدی مرتب میشم شنیدن که بابا مانند دیدن من سال هاست با مثلا اونجوری نیستم با دوستان میشم صحبت کنم زمانی که ازدواج کردم راجع به مسائل خیلی کم شده، ولی زمانی که همون دوران جوانی که با جوان بودیم میرفتیم مثلا حالا دختر بازی چیزی میکردیم اینا اینجا گفتی مجرد، یعنی من اینجوری شنیدم که مردان ایران حتی مردان ترک یا مردان ایران ترک ترکیه زودتر اون ارضای جنسی میشن، یعنی زودتر منی ازشون خارج میشه. من ترکا زودتر منی قطعی نیست چون خودم جز اون افراد نیستم.
من میتونم کنترل کنم سکس من. یک ساعت سکس من میتونه از 5 دقیقه شروع بشه تا یک ساعت بدون ماده مخدر، بدون ویاگرا و انواع قرص ها و بدون تریاک و بدون چیزی. از 5 دقیقه میتونم سکس بکنم تا یک ساعت، 2 ساعت حتی یه بار، 2 ساعت حتی 3 ساعت سکس. بعدم 3 ساعت بذات بذات بعد بدون تریاک و ماریاک و اینا. لاشه کن تو پدر بوشکرم در آوردی که مرد سوی از 5 دقیقه تا 3 ساعت بتونه این پدر صاحب بچه نکنه چیزی نکنه، کسی نیست اونجا، عروسک منظورته. به این 3 ساعت یارو دیوار نمیشه که میزنه زیر داشتاقت و لگته میزنه زیر داشتاق، برو گم شو بابا. هم عروسک ها اون که بیاد خیلی هم عالیه، ورزیده که باشه آدم قشنگ دوست هست سن سکس انواع اقسام روش ها رو انتخاب کنه. هالتر میزنی قبلش کل متکا خیس عرق میشه، زن و مرد به شور، دختر و پسر، یعنی من و همسرم خیس عرق میشیم. الان گفتم مجردی حرکت ورزی در و داغون از ساعت مثلا 12 تا 4 صبح هیچ چیز عجیبی نیست، 2-3 ساعت مرد راحته. آقا خیلی وحشتناکه این آموزش سکسی بسیار بسیار سامورایی و خشنیه. این شریک جنسی تو باید ملافه باشه فکر کنم. از 12 تا 4 صبح لاشه کن. آقای اسمایی زده یکم پیچیده ای صحبت نمی کنی؟ اصلا هم غیر طبیعی نیست، بدون مواد مخدر، بدون طبیعیه. سیگار، بدون مواد چیزی، به صورت طبیعی 3-4 ساعت راحت سکس بکنی، لذت ببری بدون هیچی و تمام اون 3-4 ساعت هم لذت ببری با یه بار خارج شدن منی حتی یه بار 3-4 ساعت هم اشکال میشه شدنی هست در اثر 5-6 ساعت هم میشه. این مسئله مرده. بعد مرد نباید سعی کنه که طوری خودشو کنترل بکنه، فشار به خودش بیاد که دیر ارضا بشه، چون این دیر ارضا شدن ضرر میزنه. تو باید آزاد و راحت باشی، ولی آزاد و رها هستی. زن معمولا فردا که بهار آید به طور کل، زنان به طور کل بازم اینا مطلق نیست، دیرتر ارضای جنسی 100% میشن. الان بازم مطلق نیست، مطلق نیست. اوخ اوخ یا علی سلام بر حسین، این کلیپو به عنوان آزمایش میگم. ببینید پس اونجا اینجوری شد که من وقتی استمناء خارج بشه، میگم استمناء منی خارج بشه، اینجا ارضا 100% داره. ولی این ارضا 100% گفتم ممکنه با یه دختر نوع دیگری از ارضا برسه، نوع دیگری از خوشبختی برسه، با زن دیگر نوع دیگری به خوشبختی برسه. خوشبختی یه چیز دیگه است. اینو مردان تموم بکنم، بهترین راه سکس کردن اینه که افکارت هم پاک باشه. انسان ها معمولا فساد از ذهن شروع میشه. ببینید انسان این افکار پلید نداشته باشه. افکار پلید راه پلید میکنه. مثلا مشکشی، بچه بازی، همجنس بازی، یا بچه بازی، دختران خیلی نوجوان، بچه بازی پلیده، بسیار جوان باشن، این افکار پلیده. تا اونجایی که میتونی بچه بازی نکنی. فکر زنان بالغ و بزرگسال و نوع تفکرت مثلا زمانی اونقدر بیا حق نمیکنه باشه که افکارت هم پاک و سالم باشه. در محدودایی که مردها زیاد هستن، شلوغ زن کمه، این حالت مثلا در فرهنگ ما مثلا روی تخت این چند نفر خوابیدن، چند تا دوست خوابیدن روی تخت، این حالت چند نفر خوابیدن تخت پایش میشن پیش بیاد، حالا به کم و بیش پیش بیاد و حالت های ببین به زاد هم خوابگی کردن با مرد با مرد، ببین داری کم کم وارد مسئله، حتی هم جنس گرا هم نباشد، در ایران این اتفاق احتمال بیشتره تا اینکه مثلا افتاده این اتفاق برات همه مردم خوش بختن. این اتفاق افتاده برات عزیز من، روی تخت دو نفره مثلا چند نفر بخوابن، بعد خب این تجربهش داشتی با پسرای فامیل؟ آره عزیز من، نگو دیگه، اون دیگه نگو عزیز من، تو همه نوع سکس تجربه، همه چیز تجربه کردی داشته کن، همه فقر هم نیست اون که میگم فقره، و هر کس برای خوش اتاق داره، تخت داره، و شما میرید مثلا کلاس موسیقی با انواع اقسام بانوها هستن، احتیاجی نیست مثلا کسی هم نیست، همسایه‌ات هم تو بخوای ببینی تو بعد کلی سورتمه بری یا اسکی بری، تو سوئد اینجوریه، 50-100 متر بری تو خونه بعدی، اون خونه هم که میدونی اصلا بچه دار نیستن که بتونی یه دوست پسری چیز داشته باشی بیای توی اتاق توی تخت کنی، همچه حالتی پیش نمیاد برای مردم سوئد که مثلا دو تا مردی که همدستگرا نیستن، پیر مرد و پیر زن تو میری سراغ پیر مرد، زندگیشون خوشبخته، میره کلاس رقص، میره کلاس موسیقی، میگه یا علی آقای من هاکی، هاکی روی یخ، میگم اسکی، انواع اصلا بانوها و جنس مخالف آدم آشنا میشه، یا اگه زن هستی با جنس مخالف آشنا میشی، اون حالتشون ممنوعیت وجود نداره، اون حالتی چاپ میشه بیاد چی شد بذار داری نمیشینه عزیز من، هلیکوپتره دیگه. اوه خیلی خشن رفتار میکنی، دیده میشه عزیز من، باشگاه پرنده مگه دیدی؟ هلیکوپتره، آیا دیده میشه؟ باشه کن برو ببن پنجره رو ببن، یه
استاد اسمعیل زاده هلیکوپتر ندیدی تو؟ خب من یه فرزین بده قربونه تو من برم علی نشست من از نزدیک دیدم چند تا دورینه از نزدیک هلیکوپتر دیدی؟ مادون قرمز هم داره خصوص عجب غریبیه مادون عجیب و غریبه مادون قرمز داره خب جمعش بکنی چه جمع نمیشه آها جمع شد خب این وقت ایجاد شد بعد نمید واسه خیلی زیبا بود تجربه خب باید سعی کنم باید این حالت فکری بچه بازی اینا فکر این هم باعث میشه که انسان به مقصد بچه بازی خیلی راحت میتونه آدم این سعید توسی رو برنده کنه چیکار باید کنیم واسه دست مجده و عادت کنه به افکار پلید باید سعی کنید افکار پلید رو سکست سلامت باشه حتی اگر استمناع میکنی سلامت استمناع بکنی و استمناع هیچ هم اشکالی نداره هر نوعی منی خارج بشه این بهتره تا خارج بشه خیلی بهتره هیچ وقت نباید کنترل این... کرد یا جلوگیری کرد از سکس میگه جلوگیری نباید بکنید بهتره که خارج بشه تا خارج نشه خیلی این اسلام چی گفته و کی چی باب چی میگه اینا رو بشکن این که آخوکا چی میگن میگن خواهرت و ننت رو بده ما زیغه کنیم آخونده میگن کنیم کن ازدواج آخونده میگن بریم تو بشکه فقط باید سعی کنیم سکس بکنیم و سکس اگر تو با دوست دختر بخوابی اب نداره خوبه عالی میگم اب نداره عالیه ولی اگه دوست دختر نداری دوست پسر با یه زنی میتونی حالا دوست بشی به رابطه پیدا کنی با اون دارم سکس بکنیم البته خوابیدن هم رفتار غلطیه چون آدم لزوما با زن نباید بخوابه از این اون اصطلاح رو موب ایستاده نشسته هم وا نشسته هم وا اصلا حرکت ولی سکس بخوای بکنی میتونی بکنی ولی اگه نیست استمنا باشه خیلی بهتر تا نباشه اگه نبود استمنا میکنی دیگه نه ارضا بکنی اگر شما آدم هستی که زود منی ازت خارج میشه قبل از اینکه وارد دخول بکنی باید با زن با اون قسمت بازی بکنی بس دیگه اینجوری توضیح نده قسمت بالای واگینا قسمت بالای واگینای زن نه جایی که دخول میشه قسمت بالای واگینا در داخل بازم میگم نه اون قسمت سوراخ قسمت بالا یه چیزی مثل خال بقیه همه زنا اینو دارن بقیه این فیلم ارزنده رو از این ویدیو ارزنده رو از کانال خود آقای اسماعیل زاده اون توه تماشا کنید و لذتشو ببرید دوستان من سعی میکنم این آدرس لینکش هم زیر بذارم خیلی زیباست شب و روزگارتون بخیر از پشت در واقع بگیرید اونجا رو مالش بدید با جلو با دست راست یا با دست چپ فرقی نداره یک دست روی سینه و شکم نوازش و آلت رو داخل واگینا میکنید آلت داخل واگینا در صورتی که دستتون روی اون چوچول خانومه